سرخط خبرها. جزئیات جدید از حمله موشکی و پهپادی سپاه به اقلیم کردستان. ادعای تازه رئیس جمهوری فرانسه در حمایت از اغتشاشات در ایران. و قدردانی زلنسکی از ناتو و آمریکا به خاطر آزادسازی خرسون. به نام خدا، سلام. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. فرمانده نیروی زمینی سپاه جزئیات جدیدی از عملیات امروز سپاه علیه تروریست‌های تجزیه طلب اقلیم شمال عراق را اعلام کرد. سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، روز دوشنبه 23 آبان در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره دومین عملیات موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه به اقلیم شمال عراق گفت: قبل از عملیات ربیع که در ششم مهر ماه امسال انجام شد، ما به طور مرتب به اقلیم شمال عراق و دولت مرکزی عراق هشدار داده بودیم که گروه‌های تجزیه طلبی که در شمال اقلیم عراق هستند و مقرهای مختلفی در منطقه شمال عراق دارند را یا اخراج و خلع سلاح و یا اردوگاه نشین کنند، اما به هر شکل این اتفاق رخ نداد. وی افزود گروهک های تجزیه طلب هم اقدامات تروریستی خود را هم در داخل ایران از مبدأ عراق انجام دادند و هم در برخی از اغتشاشاتی که در منطقه شمال غرب کشور به وقوع می پیوست، ما همیشه جا پای عناصر ضد انقلاب و تجزیه طلبی که در شمال عراق مقرهای مختلفی داشتند مشاهده می کردیم. فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به تاکتیک تروریست ها برای مستقر شدن در میان مردم عادی تصریح کرد: اکنون حدود 50 روز از آن موضوع گذشته و متاسفانه هیچ اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته و همچنان مقرهایی که در آن عملیات آسیب دیدن و منهدم شدن را تخلیه کردند و با رفتن به میان جمعیت در میان آنها مستقر شدند. این موضوعی است که برای امنیت مردم شمال عراق بسیار مهم است. وی افزود: تروریست ها در میان جمعیت مستقر شدند، اما برخی از مقرهای آنها که تراکم جمعیتی در اطراف آنها وجود نداشت را امروز طی یک برنامه‌ریزی دقیق علیه برخی از این مقرها عملیات انجام دادیم. سردار پاکپور با بیان اینکه هم دولت مرکزی عراق و هم اقلیم شمال عراق مسئولان امنیت مردم خودشان هستند بیان کرد: از طرفی هم ما مسئول امنیت مردم خودمان هستیم و اگر عناصر تجزیه طلب و تروریست بخواهند با فرصت در محلی تجهیز شده تمرین و ترهیزی کنند و از طرف آمریکایی ها پشتیبانی شوند و برای اقدامات ضد امنیتی در داخل و اقدامات تروریستی برنامه ریزی کنند، همانطور که در سنوات قبل هم مطرح کردیم، این را بر نمیتابیم و این مقرها را در هر نقطه‌ای که باشند مورد هدف قرار میدهیم. فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: پس از عملیات ربیع شاهد بودیم در بسیاری از اتفاقاتی که در شمال غربی کشورمان رخ میدهد، اینها یا با هدایت و یا اعزام تیم‌هایی که برای هدایت اغتشاشگران جهت تخریب اموال عمومی میفرستند یا برخی اقدامات تروریستی که منجر شده به برخی ترورهایی که در داخل استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه رخ داده، عمدتاً دستگیری‌هایی که داشتیم اکثریت آنها از گروه‌های ضد انقلاب و تجزیه طلبی هستند که در اقلیم شمال عراق هستند. سردار پاکپور با بیان اینکه ما درباره امنیت خودمان با هیچ کسی تعارف نداریم گفت: بار دیگر تاکید می‌کنیم ما در رابطه با امنیت خودمان با هیچ کسی تعارف نداریم و چندین بار هم این نکته را اعلام کرده‌ایم. چندین مکان است که من از آنها اسم می‌برم که بدانند ما نسبت به همه آنها اشراف داریم و قبلا هم به مسئولان اقلیم شمال عراق و دولت مرکزی عراق اسامی آنها را اعلام کرده‌ایم. وی افزود: منطقه‌ای به نام بکر جو در منطقه سلیمانیه یکی از مناطقی است که پس از اینکه ما مقرهای آنها را منهدم کردیم در این منطقه مستقر شدند. اینجا منطقه‌ای است که جمعیت عادی هم در آن حضور دارند. مردم این منطقه باید این تروریست‌ها را طرد کنند تا امنیتشان برقرار شود. سردار پاکپور با اشاره به جزئیات عملیات امروز نیروی زمینی سپاه علیه تروریست‌های تجزیه طلب اقلیم شمال عراق بیان کرد: ما در این عملیات مقرهایی را هدف قرار دادیم که در جوار جمعیت نبود و مقرهایی بود که در عملیات ربیع برخی جوها مورد اصابت قرار گرفته بود. تروریست‌ها دوباره در آنها مستقر شده بودند. ما با موشک‌ها و پهپادهای انتحاری و رزمی آنها را هدف قرار دادیم. همچنین مقرهای حاشیه مرز را هم با توپخانه هدف قرار دادیم.
ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که در روزهای اخیر در حمایت از اغتشاش و آشوب در ایران کم نگذاشته و پیشتر نشان داده بود معنای انقلاب را نمیفهمد، در اظهار نظری مشابه مدعی شد فرزندان انقلاب ایران در حال انجام انقلاب خود هستند. ماکرون پیشتر در سخنرانی خود در نشست مجمع صلح پاریس اغتشاشات اخیر در ایران را انقلاب خوانده و در اشاره به دیدارش با مسیح علی‌نژاد گفته بود بر احترام و ستایش خود برای انقلابی که رهبری میکنند تاکید میکنم. به گزارش رویترز وی دوشنبه 14 نوامبر 23 آبان در مصاحبه با رادیو فرانسه همچنین در اشاره به مذاکرات رفع تحریم ها ادعا کرد اعتقاد ندارد که هیچ پیشنهاد جدیدی بتواند به احیای توافق هسته‌ای با ایران در آینده نزدیک کمک کند و احتمالاً به چارچوب جدیدی برای رسیدگی به این موضوع نیاز است. به ادعای وی وضعیت سیاسی کنونی در ایران جایی که اعتراضات علیه دولت آغاز شده وضعیت را در رابطه با توافق هسته‌ای ایران تغییر زیادی داده و احتمال توافق با این کشور را سست کرده است. رئیس جمهور فرانسه در ادامه ادعاهای ضد ایرانی خود در پاسخ به این سوال که آیا معتقد است مذاکرات رفع تحریم ها می تواند احیا شود گفت همچنان بسیار محتاط خواهم بود و افزود که فکر نمی کنم هیچ پیشنهاد جدیدی وجود داشته باشد که در حال حاضر برای نجات توافق هسته‌ای ارائه شود. به گزارش فارس موازه و اقدام ضد ایرانی اخیر ایمانوئل ماکرون و دیدارش با افرادی معلوم الحال که مشتشان خیلی وقت است پیش مردم ایران باز شده واکنش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را هم در پی داشته است. رسانه‌های غربی سفر از پیش اعلام نشده ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به شهر تازه آزاد شده خرسون در جنوب این کشور خبر دادند. بر اساس گزارش رویترز زلنسکی روز دوشنبه به شهر خرسون سفر کرد و در آنجا برای نظامیان اوکراینی سخنرانی کرد. زلنسکی به نیروهایی که در مقابل ساختمان اداری در میدان اصلی شهر خرسون ایستاده بودند گفت ما در حال حرکت به جلو هستیم. ما برای صلح، صلح برای همه کشورمان آماده ایم. وزارت دفاع روسیه روز جمعه گذشته اعلام کرد خروج نیروهای خود از کرانه غربی رودخانه دنیپر اوکراین را به اتمام رسانده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز جمعه با بیان اینکه خروج نیروهای روس از منطقه خرسون تصمیم وزارت دفاع روسیه بود اظهار داشت علی‌رغم این عقب نشینی خرسون بخشی از خاک روسیه است و این وضعیت تغییر نخواهد کرد. زلنسکی در ادامه سخنرانی خود از حمایت ناتو و سایر متحدانش در جنگ علیه روسیه تشکر کرد و گفت دریافت سامانه‌های موشکی توپخانه با تحرک بالا هیمارس از آمریکا تفاوت بزرگی برای ما در جنگ ایجاد کرده است. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر در پناه حق باشید.